کنی. در موقع حرکت حتما عضلات خودتون که داره کار میکنه رو حتما انقباض بدین و احساس کنین که کدوم قسمت داره کار میکنه. از اون نکته‌ای که تو این حرکت هستش مد نظر قرار بدین، دم و بازدم این حرکت هست. همونطور که گفتیم قسمت پوزیتیو باید بازدم باشه و قسمت نگاتیو حرکت یعنی منفی حرکت باید دم باشه. حالا قسمت پوزیتیو این حرکت زمانیه که ما وزنه رو به سمت پایین میکشیم، یعنی وزنه به سمت بالا میره و دسته به سمت پایین میاد، پس ما باید چیکار کنیم؟ بازدم انجام بدیم. اینو اشتباه نکنین با حرکت زیر و سرشانه از جلو، چون موقع سرشانه موقعی که ما پوش میکنیم شکل حرکت شبیهه، ولی وزنه اینجا نقش تعیین کننده ما رو داره که ما چگونه بدم و بازدم انجام. خب در سنگین تر میکنیم، دستا رو نزدیک میکنیم، میشنیم. خب همونطور که گفتیم وزنه رو داریم میکشیم، پس باید چیکار کنیم؟ بازدم انجام. حرکت زیر بغل کشیشی از نمای پشتی، حرکتی که هم عضلات پشتی ما در هم برای بخوایم در موقع فیگور مخصوصا فیگور جفت بازو از نمای پشت میتونه عضلات ما رو خیلی ساخته و پرداخته تر نشون بده. خب دوباره قرار میگیریم، حرکت عضلات زوزنقه‌ای ما و پشتی ما درگیر هستش. میتونیم عزیزان این حرکت رو سنگین تر کنیم، از سیستم های ادامه دار استفاده کنیم و همچنین میتونیم با حرکات دیگه به صورت سوپر یا تریست بریم که ما اینجا نوع ساده و مونو این حرکت رو به شما عزیزان آموزش دادیم. خب میریم حرکت بعدیمون، حرکات سرشانه از نمای پشتی هستش، با ما باشین عزیزان. خب عزیزان حرکت زیر بغل تموم شد، اومدیم حرکات سرشانه از پشت. حرکتی که در نظر گرفتیم براتون حرکت سرشانه از پشت با هارتل در حالت نشسته و حرکت نشر خم با دمبل هستش که این دو تا حرکات رو میخوام با هم دیگه به صورت سوپر انجام بدم. خب حرکت رو انجام میدیم. قبل از هر چیز وزن هامون رو بهتون مصطفی نگاه میکنم که هسته، دستا رو یه مقدار عرضشانه باستر با هم قرار میدیم، بلند میکنیم و آرامی به پشت سر و به سمت بالا. پایین دم بالا بازدم، جلو برای حرکت سرسینه بالا کمر تو، پا کمی خمیده سمت بالا و پایین. میتونیم یک مقدار دمبلار به سمت جلو بیاریم،
من توصیه میکنم به شما عزیزان اگر میخواین که بیشتر به سرشانه پشتیتون فشار وارد کنید، دمبلار به صورت چکشی بگیریم بهتره. پس میبینیم مفصل آرنج ثابت و سرشانه فقط استفاده. ما در این حرکت از سیستم سوپرست استفاده کردیم، یعنی انجام دو حرکت بدون استراحت، سرشانه از پشت با آرتل و نشر خم که هر دو برای دلتوید پشتی ما بودش. نکته‌ای که من در این حرکت حائز اهمیت میدونم اینه که شما حتما در این حرکت گرفتن مچای دسته، شما وقتی میله هارتلو میگیرین برای سرشون عجلو موردی نداشت که ما یه مقدار از نایه مچ ما دستان به عقب باشه. سعی کنین در این حرکت هرچی مچا صافتر باشه رو عضلات پشتی ما، مخصوصا سرشون پشتی ما بیشتر فشار میاره، یعنی میله هارتلو به این صورت بگیرین. حالا من در خود حرکت نمای مچ رو اگه تصویر بگیره نشونتون میدم. I love Physique TV.